واشنگتن خود را برای دیدار رسمی هو جینتائو رئیس جمهوری چین با آمریکا آماده می کند و امیدوار است که این دیدار بتواند با کاهش تنش‌های موجود روابط بین دو کشور را گسترش دهد. در حالی که گفته می شود که شناور ساختن ارزش برابری واحد پولی چین در برابر سایر ارزهای عمده یکی از موضوعات مهم مورد بحث رهبران دو کشور خواهد بود، اخیراً رئیس جمهوری چین در پاسخ به سوالات کتبی دو روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و وال استریت جورنال آینده دلار را به زیر سوال برده است. اظهارات اخیر رئیس جمهوری چین نشانگر بارزی است که هنوز هم تنش‌های موجود تجاری بین دو کشور بر سر ارزش برابری یوان در مقابل دلار آمریکا ادامه دارد. رئیس جمهوری چین گفته است سیستم ارزی جهان که در زیر نفوذ و یا تحت الشعاع دلار آمریکاست به گذشته تعلق دارد و چین تلاش می‌کند که یوان واحد پولی خود را جایگزین آن کند. آقای هو تصریح کرد که مدتی طول خواهد کشید تا چین بتواند ارزش برابری واحد پولی خود را در سطح جهانی شناور سازد. رئیس جمهوری چین همچنین در پاسخ کتبی خود ضمن انتقاد شدید از تزریق 600 میلیارد دلاری بانک مرکزی در اقتصاد آمریکا گفت سیاست ارزی آمریکا تأثیر عمده‌ای در نقدینگی و جریان پول در بازارهای جهان دارد که این امر ایجاب می‌کند تا حجم دلار در بازارهای جهانی در سطحی باثبات، معقول و مستدل حفظ شود. سه تن از قانونگذاران حزب دموکرات گفتند که امروز لایحه‌ای را به کنگره آمریکا ارائه خواهند کرد که چین را تحت فشار قرار خواهد داد تا ارزش برابری واحد ارزی خود را در برابر دلار آمریکا افزایش دهد. در همین حال در اروپا ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه در کنفرانس مالی آسیا در هنگ کنگ گفت که لندن خواستار گسترش روابط با اقتصادهای نوظهور و توانمند آسیا به ویژه با چین است. در خبر دیگر کارخانه هواپیماسازی اروپایی ایرباس روز دوشنبه سفارش ساخت 10,000مین هواپیمای این کارخانه در 40 سال گذشته را جشن گرفت. سفارش 5 میلیارد دلاری شرکت هواپیمایی ورجن امریکا به شرکت ایرباس باعث شد که این شرکت برای 3 سال متوالی از کارخانه هواپیماسازی بوئینگ آمریکا رقیب قدیمی و سرسخت خود پیشی بگیرد.